با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز جمعه است و چهارم از ماه نوامبر. بله، در روزهای جمعه مدت یک ساعت خدمت شما هستم و در باب مطالب مختلف صحبت میکنیم. اجازه فرمایید که ما سخن رو با یک غزل از سعدی بزرگوار آغاز کنیم خدمتتون، بعد شمه در باب انتخابات و مطالب مربوط به آن. می‌فرماید: بیا که نوبت صلح است و دوستی و عنایت، به شرط اون که نگوییم از اون چه رفت حکایت. بحبه. سعدی به اتفاق و اتحاد و دوستی و عشق دعوت میکنه و میگوید این میسر نیست اگر ما موضوعات گذشته رو پیش بکشیم. کار و گرفتاری ما جامعه ایران همین هست اتفاقا، که به جای نگاه به آینده و پذیرفتن حقایق گذشته و گذشته رو به تاریخ سپردن، هنوز درگیر مطالب گذشته هستیم متاسفانه و زمان هم می گذرد و این محجوریت دیگه در بابش صحبت خواهم کرد بر ما تحمیل شده است. سعدی این رو دانسته که عشق و محبت و اتفاق و اتحاد با ملامت‌های گذشته سازگاری ندارد. اگر اون باشد این نیست. بیا که نوبت صلح هست و دوستی و عنایت، به شرط اون که نگوییم از اون چه رفت حکایت. بر این یکی شده بودم که گرد عشق نگردم، قضا عشق در آمد بدوخت چشم دراگت. ملامت من مسکین کسی کند که نداند، ملامت من مسکین کسی کند که نداند که عشق تا به چه حد است و حسن تا به چه غایت. مرا به دست تو خوشتر هلاک جان گرامی هزار باره، که رفتن به دیگری به حمایت. غیرتم آید شکایت از تو به هر کس، درد احبا نمی برم به اطبا. بله، درد احبا، درد دوستان رو نمی برم به اطبا. این همون مطلب است. مرا به دست تو خوشتر هلاک جان گرامی هزار باره، که رفتن به دیگری به حمایت. به هیچ روی نشاید خلاف روی تو کردن، کجا برم گله از دست پادشاه ولایت. به هیچ سیرتی اندر نباشد این همه معنی، به هیچ صورتی اندر نباشد این همه آیت. کمال حسن وجودت به وصف راست نیاید، مگر هم آینه گوید چنان که هست حکایت. یه ما هرچی با قلم و با غزل تو رو توصیف کنیم، حقیقتا هم معلوم نمی شود مگر بایستی روبروی آینه و آینه حقایق رو بیان کنند. مرا سخن به نهایت رسید و فکر به پایان، هنوز وصف جمالت نمی رسد به نهایت. فراغ نامه سعدی به هیچ
گوش نیامد که دردی از سخنانش درو نکرد سرایت. به 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 به. یک سطر کوتاه هست از گاتها، از سرودهای زرتشت پیامبر ایرانی. بله، میگوید آیا کدام یک از این دو شخص درست کردار و پارسا و یا شخص زشت کردار و ناپاک بهترین راه را برخواهد گزید؟ دانا باید با دانش خیش نادان را آگاه سازد، نشاید که نابخرد گمراه ماند. ای خداوند جان و خرد، باشد که راز عشق خدایی بر همه آشکار گردد. این هم از کلام همایونی هاشم زرتشت بزرگ. خدمت شما عرض کنم که همونطور که مطلع هستید، انتخابات در جریان به اوج میرسد و به آخر، به پایان. روز سه‌شنبه کار تمام است. وقتی ما نگاه میکنیم به این حرکات، گرد همایی ها، سخنرانی ها، استدلال کردن های این دو تن که باقی ماندن، یعنی خانم هیلری کلینتون و این آقای دونالد ترامپ، میبینیم به باریک وهم میکوشن هر یکی از این دو که مردم رو متقاعد کنند که او رو برگزینند. ورای همه این حرکات و این حرف ها یک پدیده فلسفی بسیار مهم هست و اون اختیار هست در مقابل جبر و محجوریت هست در مقابل دانایی. یک وقتی به جورج واشنگتن گفتن آقا قدرت در دست شماست، نگه دارید. گفت قدرت بایستی در دست مردم باشد. الان دست من هست، من اون رو به مردم میدهم. این عبارتش خیلی مشهوره. بیشتر از یک قرن بعد از او، شاید 150 سال بعد از او، یک مرد ترک پیدا شد، گفت حاکمیت ملتندر. این زیباترین چیزیست که در زبان ترکی گفته شده، هنوز در زبان پارسی گفته نشده. حاکمیت ملتندر، یعنی ملت داناست و این محجوریت بایستی پایان یابد، چون در سیستم دیکتاتوری اون چه به مردم تحمیل می شود محجوریت اجباری است. محجور کسی رو میگویند که عقلش به کار خودش نمیرسه، براش قیم میگیره. چنین بوده است وضعیت اروپاییان از قرن پنجم تا روزگار، عرض می کنم که رنسانس. که مردم سفیه هستند و عقلشون نمیرسد، ما بایستی قیم اینها باشیم، حکم کنیم به اینها و حکومت کنیم به اینها و جان و مال و شرافت و هست و نیست اینها رو در اختیار بگیریم و هر کسی هم اعتراضی کرد یا او رو بکشیم یا به زندان بیاندازیم. چند تا جوانان ایرانی رفتن سر قبر کوروش، ازدحام کردن، بگیر و ببند شده. در شیراز شنیدم که گرفتن که یک گروهی که اینها سردسته بودن و رفتن.
مثل که ملت ایران خلق شده است که فقط سر قبر عرض می کنم که دزدان عرب جمع شود و اونجا گریه کند و به سر بکوبد. گریه کنید. این مهجوریتی که اینها به مردم تحمیل کردند بی‌نظیره واقعا. یک کسی می آمد زورگو بود، شمشیرم به دستش بود، آدم کشانم داشت، می گفت در اینجا من حاکمم. وقتی هم می مرد یک کسی دیگه می آمد، یه آدم دیگه می آمد. اینها مراتب را از این بسیار بالاتر بردن که اصولا شما فی حد ذاته حق سیاسی ندارید، حق حکومت ندارید. شما این حق امام زمانه، حکومت جهان مال اولاد علیه. حالا علی که خودش یه پالان نداشت، یه جوالی داشت میخوابید روش، این از کجا آمده که ملت مملکت ایران مال اونه؟ مال اولاد اوست. تا رسیده است به حضرت بقیت الله، بقیت الله فرار کرده، ولی ما هستیم، نمایندگان او هستیم و بر شما حکومت میکنیم، اموال شما رو میخوریم و به هر کس هم بخواهیم میدهیم، هر کس هم حرف بزنه ما گردنش رو میزنیم. تو وقتی که بقیت الله ظهور کرد، اون موقع کلید طلایی تهران رو دست دیدیم و ما آخوندها میشین میریم کنار. معنیش چی هست؟ خود اینها که میدونن داستان از بیخ دروغه، معنیش این هست که حکومت حق ما آخوندهاست. اینه میبینی سر منه؟ بهش میگن عمامه، نعلین، عبا. این طبقه حق تصمیم گیری برای این ملت بزرگ نمیدونم 2500 ساله داره و مهجورن این ملت، خودشون عقلشون به کار خودشون نمیرسه. این علی شریعتی به وضوح گفته است لعنت الله. شما میگوید پیش پزشک میروید که به پزشک چیز نمی کنید، که سوال جواب نمی کنید، هرچی پزشک میگه شما انجام میدید. امام هم همینه. امام وقتی میآید نسبت امام به مردم مانند چوپان است به گوسفند. چوپان صلاح گوسفند رو میداند. یک همچین خرفی بود این علی شریعتی و یک همچین بیعقلی بود این علی شریعتی. این هم تئوری سیاسی علی شریعتی بعد از مونتسکیو و ولتر و جان لاک و اینها، این آوردن در جامعه علم کردن، زبان بقیه هم بس. که این علی شریعتی با این ذهنیتش، این حرفاش، جوانان را به اسلام میکشه و اسلام هم که پشتیبان ماست. اگر این نباشه اینا مارکسیست میشن، یه دشمنان ما هستن. بنابراین به این بلنگو بدهید، بلنگو را از دیگران بگیرید. شما نگاه میکنید این همه لاطائل مزخرف که این مردک گفته و در این کتاب ها هست، هیچ نقدی ما به حرفایی نمیبینیم، چون کسی جرأت نمیکنه نقد کنه. اینم نظریه پرداز مهجوریت بوده. آدم آمریکایی اما آدم غربی است. چند قرن هست
که محجوریت رو نفی کرده و اون کسی که میخواهد موقت به قدرت برسد استدلال میکنه، التماس میکنه، خواهش و تمنا میکنه که به من رأی بدید، من قول میدم این کارها رو انجام بدم و برنامه هاش همه اعلام میکنه. مردم هم نگاه میکنن. یه وقت اون جوش پدر، بوش پدر که این دوتن از بدترین رؤسای جمهوری تاریخ امریکا هستن، این بوش پدر و بوش پسر، آمد گفت read my lips, no more taxes. read my lips کنایه از این است که حرف من با عمل توامه. نگاه کن به لب، نگاه کن به سخن من. به محض اینکه رئیس جمهور شد، شروع کرد تکس ها رو اضافه کردن. همین قاتلش شد، چون قول داده بود. یکی از رئیس جمهوری یه ترمه شد، یه دوره، غیر از اون هوبر که هوبر یه ترمه معروف بود، بعد جیمی کارتر یه ترمه و بوش یه ترمه اضافه شدن. استدلال میکنن، مردم فکر میکنن، روزنامه ها مینویسن در اخلاق این بابا، در گذشتهش کدوم، آیا حرف زشتی در عمرش زده؟ آیا کار زشتی کرده؟ آیا تجربه‌ای در کار داره؟ مردم نگاه میکنن و فکر میکنن و بعد رأی میریزن. این آراء ملت یه کسی رو از صندوق بیرون میاره و اگر توانست اون چه گفته است جامعه عمل بپوشاند، 4 سال دیگه هم بهش فرصت میدن، دیگه هم بهش فرصت نمیدن، چون بدترین چیزی که ممکن است اتفاق بیفتد جمع شدن قدرت است در دست یک تن دراز مدت. اگر یک کسی بیاد روی این بیابان‌های آمریکا رو، بیابان اگه خب آسفالت ها رو بفرمایید، جاده ها رو، یک فوت طلا اطرافش هم مروارید، همه میلیونر، به محضی که دورش تموم شد یک ثانیه نمیتواند توقف بکند در کاخ سفید، بایستی بند و بساطش جمع کنه بری بیرون. همین جورج بوش پدر مهمانش کردن به کاخ سفید، یه آشپزی اونجا هست، میگوین این خیلی 30 ساله اونجا آشپزی میکنه، میگه هی جک هنوز اینجا هستی؟ به آشپزه میگه، آشپزه میگه بله آقا ما اینجا دائم هستیم، شما موقت هستید. بله، وقتی نگاه میکنیم این نگاه کردن ما، اگر که در اندیشه وطن باشیم و نوع سیاستی که در اون دارد در واقع به طور روزمره با اون عمل میشود، این حس محجوریت و سفاهت به انسان دست میدهد که چگونه ملتی اختیار سرنوشت خودش رو ندارد بعد از 2 انقلاب. یه آخوند آمده نشسته اونجا، چاوکش ها هم جمع کرده تعدادی، همون قدر که بتوانن ایجاد وحشت کنن، و میگوید که من اینجا صاحب قدرتم، هیچ کسی دیگرم نیست، همه محجورن و صفی ما تصمیم میگیریم براش، انتخاباتشون رو ببینیم. و این خیلی دردناکه واقعا،
بسیار بسیار دردناکه و در شأن این ملت نیست واقعا، در شأن این ملت نیست. این انتخابات در واقع تجلی شأن انسانی است، مختار بودنش، صاحب اختیار است. ما همیشه مجبور بودیم و هنوزم مجبوریم، یعنی یک جبری بر ما حاکم است که ما مطابق اون عمل میکنیم و زندگی میکنیم و حرف میزنیم و این ننگ رو تا کی به دوش میکشیم هیچ دانسته نیست. خب اجازه بدید که من خواهش کنم که سپر یک موسیقی هم پخش بکند، سپر گرامی در اتاق فرمان، برویم برگردیم ببینیم چه میشه بعد این داستان. هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-0607. سپاسگزاریم. با درود مجدد به هموطنان گرامی و بینندگان عزیز. از ویژگی های جامعه آمریکا آماره. فکر میکنم هیچ جامعه‌ای اینقدر توجه به آمار نداشته باشه. شما هر چه بخواهید آمارش هست، به خصوص در قضایای سیاسی و اینها، و در وقت انتخابات مرتب از هر سو نگاه کنید ببینید که آمار میدن. مؤسسات خیلی قدیم هستن اینجا، مثل گلوب و اینها آمار میدن، در رشته های مختلف آمار هست. اینها آمار نشان می‌دهد و یک نوع آمار هم هست که بهش می‌گویند آمار آمارها، پول آف پولز، یعنی نگاه می‌کنند تمام این گزارش‌هایی که کردن مؤسسات مختلف، حالا غیر از مؤسسات حرفه‌ای آمار، تشکیلات خبری مثل ABC، BBC، BBC که نه، ABC، NBC، CBS، CNN، FOX غیره و اینها رو بر میدارن و جمع میکنن، یک میانگینی میگیرن، میگن آمار آمارها. خانم کلینتون در این آمار آمارها 3 پوینت جلو هست، 3 تا 4، و در واقع این طور که ما شنیدیم کار بر دونالد ترامپ بسیار مشکل است. چندین ایالت رو باید ببره تا حد نصاب اون الکترال کالج ووت رو به دست بیاره. در آمریکا بر حسب شمارش آرا نیست، کما اینکه الگور به لحاظ تعداد خب میچربید اون بوش، اما اون تعداد خاص نمایندگان که تقسیم شده در ایالات مختلف مبتنی بر تعداد ساکنان آن به دست نیاورد، بسی 270-272 باشه. تقسیم کردن کالیفرنیا مثلا خیلی مهم است، و وقتی نگاه کنیم به نقشه
بخشای آبی میبینیم، بخشای قرمز. این به طور سنتی تقسیم بندی شده. اونایی که سرخن رپابلیکن هم معمولا ایالات جنوبی و میانه هستن. دو سوی آمریکا لیبرال هستن، دموکرات هستن. یعنی بخش شرقی آمریکا از فلوریدا تا شمال شرقی مونتانا این همه دموکرات هستن، شامل نیویورک و عرض کنم که مریلند و غیره و زاده بره، و این سو کالیفرنیا جز ایالت‌های آبی به حسابه. همیشه کالیفرنیا تا اونجا که بنده به یاد دارم دموکرات رای میده، و اینها چون جمعیتشون بیشتر هست، مراکز صنعتی هستن، مراکز پر جمعیت، تعداد نمایندگانی که دارن خب بالاست. ایالت‌های رپابلیکن تعداد جمعیتشون کمه، بنابراین تعداد بیشتری باید ببرید تا به اون مقدار برسی، و یک نفر فقط میرسه به این عدد سهرامیز. و پیشاپیش خانم کلینتون داشت، اما بر اثر تبلیغات و اینکه دوباره سازمان اف بی آی آمد گفت چند صد هزار ایمیل دیگه کش شده از کامپیوتر بویفرند اون خانم هما، که هما میگویند، بله لطفا نشون بدید، بله ببینید، ایالات آبی، آبی غلیظ و تیره، اینا حتمی است اینا به خانم کلینتون رای میدن. بعض ایالات، خب این قدیمیه، بعض ایالات مثل میامی که میبینید اون پایین، اینها خب ممکن است که به اون سو هم رای بدهند، و اون بالا ببینید این مال در واقع رقابت مکن هست و اوباما. اوباما 353 خیلی بیشتر از اون چه لازمه رئیس جمهور شدن بوده آورده، ببینید، از ایالات دموکرات، و آقای مکین 185 تا، خیلی کم داره، از 270 اندی یا 270 کم داره آقای مکین. این نتیجه نهایی انتخابات چند سال پیش هست، بله. و بعض اوقات کالیفرنیا چون 3 ساعت هم عقب هست، بعض اوقات مردم کالیفرنیا در بیشتر مواقع در خط رأی هستند که اعلام میشه که رئیس جمهور شده، بنابراین ناکام میشه. این آقای دونالد ترامپ چون دهن لقی داره و عقل کم، آمد و با خانم ها در افتاد، توهین‌های غریب و عجیب کرد، حرف‌های زشت، و با اقلیت‌ها در افتاد. این کشور حدود 23 میلیون نفر لاتینو در اینجا زندگی می‌کنند. بسیاری از اینها حق رأی دارند و شهر و سیتیزن هستند. سیاهان، این آقا عرض کنم که دیوید دوکی هست، این مشهور که کوکلاکس کلنه، یعنی از این متعصبین مسیحی آدم خور با اون لباس های سفید و عرض کنم که کلاهای بوغی شناخته میشن. اینا دراز مدتی میگرفتن سیاه‌پوستان رو دار میکشیدن و آتش میزدن و اینها، تا یک وقتی، و طبقات هم داره، القاب هم دارن، مثلا اژدهای بزرگ رئیسشون، که اینا میگوین مسیحیت درسته و بقیه غلطه و متعصب دیوانه هستن. واقعا یک جوری شبیه هیتلر و اینا هستن. و رئیس اینها در یکی از ایالات جنوبی آمد و یک خانمی رو برد در قطار و تجاوز کرد به او و اون رو شکنجه کرد و این خانم فوت شد. روزنامه ها
دست بر نداشتن. این آقا فکر میکرد مقتدرتر از آن است که کسی بتواند به او دسترسی پیدا کنه. روزنامه ها اونقدر گفتن و نوشتن که این آقا رو دستگیر کردن و به طور کل حیثیت این کوکولاس کلن ها از میان رفت، اما گوشه کنار هستنشون. این آقا تبریک گفته به آقای دونالد ترامپ. خیلی خوب، وقتی در این کشور قریب 22 میلیون سیاه‌پوست هست، سیاه‌پوستان اندکی کمتر از لاتینوها هستن. برابر آماری که بنده دیدم، شاید پارسال دیدم آمار، خب دیگه نمیان بیا آقا رای بدن. قضیه خیلی حساسه، رفتن یا نرفتن به کاخ سفید بستگی به رای مردم داره. شما نمیتوانید گروهی رو بیازارید و انتظار رای هم داشته باشید. FBI اینجا در واقع یک بازی دوگانه به میان انداخت. ابتدا آمدن و موضوع ایمیل های خانم کلینتون، البته خانم کلینتون از میشود که دروغ بسیار گفته و امسال بدترین سال هاست. این دوتا در واقع انتخاب بد و بدتر هست، هرگز انقدر بد نبوده. ایشان آمد و دروغ ها گفت در باب بنغازی، در باب مطالب دیگر. اینها FBI گفت آقا ما رفتیم بررسی کردیم خانم کلینتون قصد مجرمانه یا کریمینال اینتنت نداشته، بنابراین لزومی برای تعقیب ایشان ما ندیدیم. خیلی مرد لایقی است این آقایی که امروز رئیس FBI هست. گذشت و رفت. خانم کلینتون خیلی جلو بود، به 8-10 میرسید در آمار. اینها یک مرتبه آمدن و گفتن که بله، یکی از نزدیکان کلینتون به نام هوما، یا همون هما باشد، خانم هما که از نزدیکان کلینتون بوده است برای سالها، این یک شوهری داشته و این جدا شدن یا هرچه، چند صد هزار ایمیل خانم کلینتون در لپتاپ اون آقا پیدا شده و ما بایستی دوباره پرونده رو باز کنیم. این باعث شد که خانم کلینتون افت کنه در آمریکا. اما با این همه هنوز شانس خانم کلینتون بیشتر هست از آقای فقط کافیست که عرض کنم که یکی از این ایالت ها رو ببره. عرض کنم پنسیلوانیاست، اگه اشتباه نکنم فلوریداست و دو تا دیگه، کافیست یکی از اینها رو ببره، بقیه ایالات رو داره و اون در واقع عدد سحرآمیز رو خواهد داشت. آقای دونالد ترامپ بایستی چند ایالت رو ببره، ایالت هایی که ممکن است که در یکی از دو سو حرکت کنند تا بتواند که و حکایت غریبی است واقعا. خیلی همه توجهات مردم آمریکا به این داستان هست و روز سه شنبه انتخابات در آمریکا برگزار می شود. گمان مخلص این است که البته هر اتفاقی ممکن است بیفتد، اما بنده حدس می زنم که خانم کلینتون ممکن است برنده بشود. اما هیچ بعید نیست تا چند ساعت دیگر یه چیزی دیگری FBI بگوید و خانم کلینتون رو پایین ببره. خیلی خیلی قضیه حساس هست، بسیار بسیار حساس هست. خوشا به حال خودمان، خیالمان راحته. درد سر فکر کردن و انتخاب اینا نداریم. آقای آسدعلی اونجا نشسته، عزیزان من، و هیچ کس نمیتواند
در باب قدرت ایشان صحبتی بکند. این خط قرمز است و هر مطلبی گفته بشه در مملکت، اگر چیز قانون باشد یا مراتب مربوط به کشور باشد یا مراتب مربوط به انتخابات یا هر چه باشد، ناگهان ایشون تشریف میارن وسط، نفی میکنن، میگن اون چه گفتید مهمل بوده، قضیه تعطیل میشه، روزنامه ها راجع به صحبت نمیکنن هیچ. در واقع کشور مانند عرض میکنم که فرمان اتومبیل در دست ایشونه، همیشه هم همینطور بوده دوستان مملکت ما. بنابراین خیال من راحت هست الحمدلله که نمایندگان عالم غیب بر ما حکومت دارند. بله، خیلی عجیبه، یعنی در تاریخ کشورهای جهان نگاه کنیم هیچ کشوری به اندازه ایران نکوشیده برای همین انتخابات، برای حاکمیت ملی، برای قانونگرایی و قانونمندی. 120 سال گذشته، دو انقلاب بزرگ هم گذشته، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. بعد این کشور استبدادی انتخابات هم میکنن البته بعض اوقات، اینا رو هم تقسیم بندی کردن به مثلا نیمه دموکراتیک و چیزهای دیگه، انواع القاب دادن. بعد همه آمار اینا معمولا 99 درصد به بالاست. صدام حسین هم آمار میگیره، او 99 ممیز 99 درصد مردم به من رأی میدن. در آمریکای جنوبی هم دراز مدتی همین طور بود. در این بنانا رپابلیک های آمریکای جنوبی دیکتاتورها بودن، هم ساخت آمریکا، اینا هم انتخابات میکرد، منتها اون کسی که زور در دستش بود سرباز و سرنیزه میگذاشت بغل صندوق ها و ببینه که کی به کی رأی میده. بعض اوقات صندوق ها رو عوض میکنن. خاطره ای تعریف کرد دوست عزیز ما همایون، حالا فامیلشون رو نمیگم، در یکی از شهرهای ایران در قدیم برای یک امر رأی گرفته بودند که یک صندوق بیشتر نبود. گفت بابا، این رئیس آمد، گفت بابا این صندوق بایستی عوض بشه. حالا صندوق کجا بود؟ گفت ایشون پشت میز بود، این صندوق هم روی میز. انتخاباتی بوده، حالا به هر صورت، گفت و همه مواظب بودن که تقلبی نشه اینها، گفت باید عوضی فکری بکن. گفت منم مأمور شدم که بیام و یک پیشنهادی بکنم که این صندوق عوض بشه. همه متوجه این صندوق بودن. گفت رئیس استاده بود، ما هم رفتیم در ته صف، دو تا سنگ در جیبم گذاشته بودم و در یک وقتی که بسیار مناسب بود با یک سنگ زدیم آقا به شیشه بزرگ سرتاسری عقب چیز، صدا که شد هفتیرم از کمر کشیدیم، ای بگیرید کی بود، همه برگشتن به صدا شکستن شیشه. در این برگشتن اون مرد چرب دست دانا که در پشت بود صندوق گذاشت، و صندوق از گذاشتی رو اون یکی رو گذاشت بالا، هیچ کس هم نفهمید آبم از آب دکن نخوری. ایشون الان هم در لس آنجلس هستن، هر موقع من میبینم میگم همایون جان اون داستان صندوق رای رو لطفا یه بار دیگه بگین ما گوش کنیم. بله، تقلب در داستان رای، بله، تقلب در داستان رأی مردم.
روز سه‌شنبه روز سرنوشت سازی است و بسیار غریب خواهد بود اگر آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور این مملکت بشه. کسی که هیچ گونه تجربه سیاسی نداشته و ایده‌های خطرناک داره و بسیاری از بزرگان این مملکت به وحشت افتادن که آقا این اگر صاحب قدرت بشه چه کار خواهد کرد. به خاطر همینم هست که بسیاری از مردم نگران داستان این انتخابات هستند و هرگز تا این حد توجه مردم به انتخابات نبوده تا به این درجه. و وقتی شما نگاه کنید به این عرض کنن که رسانه ها خب اینا هم برای خودشون دستبندی دارن، مثلا فاکس دست راستی دست راستی، اینا طرفدارای جمهوری خواهان هستن، رادیکال هستن، متعصب هستن. هر وقت شما فاکس رو نگاه کنید گمان میکنید که فردا خانم کلینتون آقای کلینتون رو در پنسیلوانیا اوینیو میارن شلاق میزنن و دار میکشن، کار تموم شده، باختش حتمیه. فاکسی ها یک مشاهده متعصب هم آوردن اونجا تحلیل میکنن، جمع شدن اونجا. میایید سی این این از همه معتدلتره. حرکت میکنیم به طرف چپ میرسیم به MSNBC، اونها دیگه در منطقه چپ هستن، زیاده از حد اونا از کنم که لیبرال هستن. من بچه هایی که زنگ میزنن صحبت میکنم از حرفاشون میفهمم که کدوم کانال رو نگاه میکنن. فاکسی ها معلوم میشه، سی این این هم MSNBC هم معلوم میشه. آره یه زمانی بود در آمریکا اینا نبودن، ایش کدوم 24 ساعت خبر نبود، یه ABC بود، یه NBC بود، یه CBS بود، که اینا خیلی قدیم بودن و هنوز هم هستن، بسیار معتبرن. بعد CNN آمد 24 ساعت، یعنی کیبل نیوز نتورک، و دیگران هم آمدند و حالا تعدادشون رفته بالا. اما اینا هم تقسیم شدن در یک طیفی که از قرمز تا ماورای بنفش هر سبت که تحلیل میکنن، استدلالاشون هم خیلی خوبه و اتفاقا این خوبه، به حال جامعه فایده داره. این تحلیل ها عرض میکنم که همه مواظب به هم هستن، این یک اشتباه بکنه اون یکی اختیار میره. خب وقت ما هموطنان گرامی در اینجا به پایان رسید. با سپاس از سپر و شما بزرگواران برنامه رو می‌بندیم تا دوشنبه. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.